به نام خدا و با سلام به شما علاقمندان مسابقه هفته. شماره های 7, 8, 9 از مسابقه قبل به این برنامه اومدن و شروع میکنیم دور اول از مرحله اول رو با شماره 1. نماینده قوه مجریه در استان. استاندار. شماره 2، از انواع درخت بید که شاخه های آویزان دارد. بید مجنون. بلندتر. بید مجنون. بید مجنون، بله. شماره 3، به جانداری که در آب زندگی می کنند چه می گویند؟ جاندارانی که در آب زندگی می کنند بهشون چی می گویند؟ آغازی. به چه معنی آغازی؟ آبزی. شماره 8، بنای تاریخی شمس العماره که از آثار دوران قاجار است در کدام خیابان تهران واقع شده؟ شهر تهران، خیابون سمت بازار، خیابون شمس العماره است. من تا اونجا که خیابونی به نام شمس العماره نداره. من فقط شمس العماره ناصر خسرو. حالا اگه دارو میخواستی حتما یادت میومد که ناصر خسرو. شماره 13، به قسمت انتهایی شمالی کره زمین میگویند. قطب جنوب. اسمش روش شمالی و قطب قطب شمال دیگه، نه قطب جنوب نشد، شماله دیگه. خب ما اینجا خیلی خوشحالیم که چراغ خاموش در این مرحله اول کم داشتیم، خیلی کم بوده الحمدلله. ببینیم که دوستانمون در مرحله دوم چه میکنند و آیا همینطور حفظ میکنند یا نه. البته ما راضی نیستیم حفظ کنم، برای اینکه بالاخره باید 12 نفر ببازن که 3 نفر برسن به آخر، ولی دلمون نمیخواد. انشالله همینطور خوب باشه. ترکیب کنایی دامن کشیدن یعنی چی؟ یعنی در فکر، در صدد حمله به کسی بودن. نه، یعنی آلمان ها مثلا دامن کشیدن به طرف شوروی مثلا. نه، دامن کشیدن یعنی کنار گرفتن، بعد دور شدن و کنار گرفتن. از کی ببرسن؟ از ده. از ده بازم، بله. باکتری ها چگونه تولید مثل میکنن؟ به صورت جفت جفت تولید مثل میکنه، یعنی هر یکیشون به 2 قسمت مجزا تقسیم میشن. بله، از کی بپرسم؟ آقای شماره 15. 15. نویسنده کتاب 4 جلدی امثال و حکم؟ استاد ده خدا. علامه شادروان ده خدا. از کی بپرسم؟ از شماره 10. از 10 بازم، خیلی خوب. به عمل فال گرفتن میگن؟ رمالی. نه، اون کسیه که فال میگیره. به خود عمل فال گرفتن چی میگه؟ پیشگویی. به عمل فال گرفتن، فالگیری، تفعل میگن. اونی که من گفتم به فالگیری چی میگن؟ به عمل فالگیری اون تفعل. باز 90 امتیازتون شد، 80 تا یه چراغ خاموش شد، 50 امتیاز دیگه کم میشه ازش، میشید 30 امتیاز با 1 چراغ. از کی بپرسم؟ از شماره 10. بازم 10. خیلی تصمیم گرفتن 10 رو بیرونش کنن. علت شکست ظاهری مسلمین در جنگ احد چه بود؟ ترک کردن مناطقی رو که حضرت پیغمبر بهشون سپرده بودن برای جمع کردن غنیمت. بله، اطاعت نکردن نیروها از فرمانده عالی قدرشون حضرت رسول اکرم. از شماره 15 بپرسید. از کی بپرسم؟ آقای شماره 15. 15. لجبازی با هم نکنینا، بجری میشه. امارات متحده عربی از چند امیرنشین تشکیل شده؟ از 6 امیرنشین. ضربش به ضربه. از 7 امیرنشین. از کی بپرسم؟ آقای شماره 15. بازم از 15. ببین بلایی که سر شوردی داره سرت میاد. زامن آهو لقب کدامی که از ائمه بزرگوار است؟ امام هشتم، امام رضا. شما نه، از شماره 15 پرسید. از شماره 15 پرسید. خب حالا این سوال هیچی؟ بله. شماره 15، نام قدیم شهرداری؟ بلدیه. بلدیه. حالا از کی بپرسم؟ از شماره 10. از شماره 10. در کدام یک از جنگ‌های صدر اسلام کار به حکمیت کشید؟ جنگ
جنگی بود که حضرت امام حسن اسم جنگو بگو. جنگ تبوک. نه. صفین بود، اینجا 10 امتیاز کم شد، شدی 30 امتیاز، چراغ تم خاموش شد، دیگه امتیازی نداری که چراغ بود. ببین بفرمایید. نام قدیمی خیابان اکباتان تهران. چراغ برق. نه، قبل از چراغ برق. امیرکبیر. واگن خانه. خیلی قشنگ شد اینجا. شماره 15 نقشه کشید واسه 10. خب تقریبا هم موفق شد. بعد این وسط راه شماره 10 تلافی کرد، امتیازای ایشون رو کم کرد. این وسط 14 وسط بل گرفت. بدون اینکه زحمتی به خودش بده هر دوتا هم دیگر رو بیرون کردن. ایشون با 10 امتیاز و یک چراغ برنده مسابقه این هفته شدن. حالا شما برای اینکه همتون خوب بودید، اطلاعات داشتید، هر سه نفر به این مرحله رسیدید که یه جایزه بردید. آقای شماره 14 یک بار دیگه خودتون رو معرفی کنید. محمد انتظاری. بله. شما یک جایزه دیگه هم بردید و از هر سه نفرتون دعوت میشه که در برنامه آینده مسابقه هفته شرکت کنید، ببینیم که چه میکنید. ولی دیگه با هم لجبازی نکنید. دیدید که نتیجه نداره. به امید دیدارتون در این برنامه. شب بخیر. خدا نگهدار.